شما با پروگرام دری رادیوی SBS هستید. حال با جاوید روستاپور، خبرنگار برنامه دری رادیوی SBS برای جنوب آسیا با تماس هستیم که اونا درباره تازه ترین رویدادها در ارتباط با افغانستان گزارش میتن. آقای روستاپور سلام عرض می کنم. خب اولتر از همه گفتم میشه که وزارت دفاع طالب با اعلان کرده که کنترل حریم هوایی افغانستان به دست خواهد گرفت. میتونین در این باره یک مقدار تفصیلات بتین لطفا؟ بله، با سلام وقت شما بخیر آقای شکیب. همون گونه که شما اشاره کردین، ملا یعقوب مجاهد سرپرست وزارت دفاع طالبان در یک نشست امنیتی در کابل مدعی شد که این گروه با امکاناتی که در اختیار دارند پاسخ کسانی را که حریم فضای کشور را نقض میکنند خواهند داد. او گشت‌زنی هواپیماهای بی سرنشین در فضای هوایی افغانستان را به احترامی عنوان کرده و گفت که توصیه‌شان به کسانی که حریم فضایی ما را نقض میکنند این است که از این کار دست بکشند. در غیر آن افغان ها با امکانات که در دست دارند پاسخشان را خواهند داد. سرپرست وزارت دفاع طالبان همچنان در حالی از کنترل حریم هوایی کشور سخن میزند که هواپیماهای بی سرنشین امواره در نطهای مختلف کشور گشتنی میکنند و رسانه ها امواره از این مسئله خبر و گزارش دادند. دو روز پیش در تازه ترین مورد منابع از گشتنی یک هواپیمای بی سرنشین در آسمان ولایت کاپیسا خبر داده بودند. مقامات طالبان بارها اعتراف کرده بودند که کنترل فضایی کشور را در دست ندارند، ولی تاکید کرده بودند که از کشورهای غربی به ویژه از امریکا میخواهند که احترام بگذارد به استقلال افغانستان و حریم هوایی‌شان را نقض نکند. بله، خب همچنان گزارش شده که یک قماندان طالبان هم را با محافظش در یک حمله جبهه مقاومت در بغلان کشته شده. اگر در این باره یک مقدار معلومات بتین لطفا. بله، جبهه مقاومت ملی افغانستان گفته که در حمله نیروهایش بر یک قرارگاه طالبان در ولسوالی دوشی ولایت بغلان کماندان یک واحد نظامی این گروه را با یک نیروی دیگر کشته و دو عضو دیگر طالبان زخمی شدند. این جبهه با نشر اعلامیه ادعا کرده که این حمله دیشب بر یک واحد کندک سوم لوای چهارم قول اردوی عمری طالبان انجام شده. جبهه مقاومت از افراد کشته شده به نام های مولوی قاسم و قاری نوررحمن سعید یاد کرده است. این جبهه افزوده که در این حمله مقدار اسلحه و مهمات طالبان نیز تخریب شده. مسئولان محلی طالبان اما در بغلان تاکنون در مورد این حمله واکنش نشان ندادند. جبهه مقاومت پیش از این هم نیز بارها از حملات علیه طالبان در بغلان گزارش یا اطلاعات نشر کردند. بله، خب گفتم این شکل رئیس استخبارات طالبان تایید کرده که کارمندان پیشین ای اداره را اخراج کردن. بله، عبدالحق وثیق رئیس استخبارات طالبان تایید کرده که تمام کارمندان حکومت پیشین را از این اداره اخراج کرده. آقای وثیق این موضوع را در یک نشست امنیتی در کابل مطرح کرده و افزود که کارمندان پیشین استخبارات که به آزار و اذیت مردم می پرداختند اکنون از این اداره پاکسازی شدند. او تاکید کرد که افراد جدید جایگزین کارمندان سابق شدند. همچنان رئیس استخبارات طالبان در بخش دیگری از سخنانش در این نشست بازداشت های خودسرانه و شکنجه شهروندان در زندانهای طالبان را رد کرد و گفت عمل کرده این اداره مطابق شریعت و فقه حنفی صورت میگیرد. این در حال است که اداره استخبارات طالبان متهم به بازداشت و شکنجه نظامیان پیشین، زنان، خبرنگاران و فعالان مدنی است. گزارش های متعددی از نوای برخورد و شکنجه استخبارات طالبان در زندان ها با کسایی که زندانی هستند گزارش شده است. اما طالبان امواره این گزارش ها و این موارد را رد کردند و گفتند که هیچ شکنجه‌ای در زندان ها با زندانیان صورت نمی گیرد. بله، خب از گشایش یک فابریک دواسازی در کابل گزارش شده و گفتم این شکی ای فابریک فعالیت های خود آغاز کرده. بله، طالبان گفتند که کارخانه دواسازی لایف پرل در نایه نهم شهر کابل فعالیت خود را آغاز کرد.
فعالیت این کارخانه روز گذشته با حضور عبدالله عبدالغنی برادر معاون اقتصادی ریاست وزرای طالبان و شماری دیگری از مقام های این گروه آغاز شده. آقای برادر در مراسم آغاز فعالیت این کارخانه از مسئولان این کارخانه خواست که دواهای با کیفیت و مطابق با معیارهای جهانی تولید کنند. دفتر معاونیت اقتصادی ریاست وزرای طالبان که گفته که این کارخانه دواسازی با سرمایه‌گذاری 20 میلیون دلار آمریکایی ایجاد شده، این دفتر همچنان افزوده که با آغاز فعالیت این کارخانه زمینه کار برای بیش از 300 نفر فراهم شده است. پیش از این نیز شماری از کارخانه های دواسازی در کابل و قندهار فعالیت خود را زیر نظر طالبان آغاز کرده بودند. این در حالی است که باشندگان کشور از کیفیت پایین دواهای تولید شده و خدمات صحی در افغانستان شکایت دارند. همچنان شهروندان میگویند که برای دواهایی که وارداتی نیز نظارتی وجود ندارد و تاجران اغلب دواهای کم کیفیت وارد افغانستان میسازند. بله، خب مقامات طالبان میگن که یک انتظارخانه جدید در میدان هوایی کابل اعمار میکنند. میشه که در این باره یک مقدار معلومات بتین؟ وزارت ترانسپورت و امانوردی طالبان از ساخت یک انتظارخانه جدید برای میدان هوایی بین‌المللی کابل خبر داده است. این وزارت هم با نشر خبرنامه گفته است که سنگ تعداد انتظارخانه با حضور ملا عبدالغنی برادر معاون اقتصادی ریاست وزرای طالبان و شمار دیگری از مقامهای این گروه روز گذشته گذاشته شد. دفتر معاونیت اقتصادی نخست وزیری طالبان گفته است که این انتظارخانه از سوی سکتور خصوصی و با سرمایه‌گذاری 290 میلیون افغانی ساخته می شود. از سوی دیگر وزارت ترانسپورت و امانوردی طالبان گفته که انتظارخانه جدید ظرفیت 150 نفر را دارد و کار ساختمانی آن به مدت 18 ماه تکمیل خواهد شد. میدان هوایی بین‌المللی کابل بزرگترین میدان هوایی در سطح افغانستان است و دارای دو ترمینال داخلی و بین‌المللی می باشد. بله، خب بسیار تشکر آقای روستاپور از این گزارشتان و فعلا شما را به خدا می سپارم. وقتتان خوش. وقت شما هم خوش. خدا نگهدارتان. بپسندید، شریک سازید و نظر دهید. اس بی اس دری را در فیسبوک تعقیب کنید.